های دین و دولت چگونه در گسترش و توسعه اجتماعی عدالت و رفاه نقش ایفا می یا برعکس در مسیر مخالف گام برمی آیا فعالیت جامعه سازی در مسیر فعالیت های اجتماعی همچون سایر انجیو خواست؟ یا چیزی است متفاوت آیا نتیجه آن توسعه اجتماعی و گسترش عدالت و رفاه است thank در این برنامه و در ادامه برنامه قبل تلاش داریم در میت دوستان گرامی خانم دکتر سهیلا عزیزی حقوقدان و جناب آقای سهراب روشن جامعه شناس و مددکار اجتماعی به بررسی راه‌های های توسعه اجتماعی و عدالت و رفاه در جامعه بپردازیم مجددا خوش آمدید به برنامه باستاب اگر خاطرتون باشه که حتما شما هست ولی دوستان گرامی بعد از یه برنامه شاید از خاطرشون رفته باشه نقش دولت ها ها و افراد رو بررسی می کردیم در توسعه اجتماعی خانم دکتر سوال من اینه ایجاد توسعه اجتماعی آیا به نفع حکومت هاست یا مضر به منافع اوناست؟ سوال بزرگتر از اونه که با یک جواب واقعا بتونیم حلش کنیم چون نه دولت ها همه به یک صورت به مسئله توسعه اجتماعی نگاه میکنن و نه همه انجی ها واقعا به صورت خیر خواهانه برای منظورهایی که دولت ها میتونن موافقش باشن دارن فعالیت میکنن بسیاری از این مؤسسات برای مسائلی فعالیت می‌کنند که شاید به نفع دولت ها نباشه که مردم در اون مورد آگاه بشن یا اصلا قدرتمندی پیدا کنن در اون مسیر ولی در مورد دین فرمودی در کنار حکومت دین ها به نظر من و اونجوری که تاریخ نشون داده همیشه خیرخواه و طرفدار پیشبرد مردم بودن اگرچه که به خاطر عواملی که باعث شده صدمه به حیثیت دین و دینشناسی و خداشناسی و اعتقاد وجود داشته باشه به خاطر اشخاصی که برای منافع شخصی باز معرفت دین رو از مردم پنهان کردن مزه تلخی از دین در این جامعه امروز گذاشتن به حدی که جوانها در دانشگاه ها و در محیط های مختلف جزئی از تجدد میدونن که از مذهب دوری بکنن و در جواب اینکه آیا مذهب کمک میکنه به توسعه اجتماعی در اینجا میتونه که واقعا نقشش رو ایفا نکنه و اون هدفی که از ایجاد مذهب و مذهب گرایی در بین مردم بوده دوری بگیرند و واقعا اون هدف خودش رو انجام نده مذهب حالا دیانت باهایی رو مطرح فرمودید دیانت باهایی یک بود دیگری به توسعه اجتماعی اضافه میکنه اون توسعه اقتصادی و اجتماعی و نقشه هایی که این دوتا رو تقریبا با هم مخلوط کرد و به دنیا ارائه کرد جامعه جهانی باهایی بود که نه تنها توسعه اجتماعی رو هدف توسعه اقتصادی قرار داد که هر اقتصادی باید جنبه رفاه اجتماعی و رفاه عام رو داشته باشه بلکه یک جنبه روحانی بهش داد حالا کلمه روحانی ممکنه که خیلی از حساسیتها رو اینجا بیدار بکنه ولی اینجا هست که دیانت باهایی من فکر میکنم با ارائه برنامه های اقتصادی اجتماعی که در کنارش دو سه اصل و مثل شاخص استفاده میکنه که هر کاری میکنیم هر تصمیمی برای توسعه اجتماعی میگیریم باید فکر این باشیم که هممون اعضای یک بدن هستیم همه بنی آدم اعضای یک رو فراموش نکنیم و در این حال برای رسیدن به عد و انصاف عدالت رو وسیله قرار بدیم عدالت هدف آخر نیست عدالت وسیله است که برای رسیدن به اون برقراری عدل و انصاف در جامعه استفاده می کنیم. و این برنامه هایی که دیانت باهایی به یونایتد نیشن و بعد یونایتد نیشن به صورت 16-17 زمینه مختلف برای رشد ارگانیک توسعه اجتماعی به دنیا الان ارائه داده می بینیم که اینها همه زوایای سپیریچوالیتی و مراوده بین مذاهب مختلف و دوستیابی بین مذهب ها عوض این که دشمنی و مخالفت باشه یک اصل مهم می شده در صورتی که تا سالها واقعا به صورت تابو بود این کلمه مذهب رو نمیشد توی برنامه های اقتصادی اجتماعی United نیشن حتی استفاده کرد جم روشن ادیان مطلبشون رو مطرح کردن که در توسعه اجتماعی خیلی مؤثر میتونن گام بردارن چه جوری چه نقشی میتونن ادیان داشته باشن در بحث توسعه اجتماعی و برقراری عدالت اجتماعی از کنم که در اینجا که بحث دین و دولت هست ما اول باید تعریف کنیم که منظور از دولت چه دولتی هست و منظور از دین چه دینی هست ملازم هم. یعنی در چه مرحله ای هستن یه در واقع تحلیلی از شوقی افندی شده درباره معرفی حکومات که ما سیستم های حکومتی بسیار زیادی رو در طول تاریخ بشر تجربه کرده و اینا رو میبینیم ولی میتونیم به چهار سیستم اینها رو خلاصه کنیم شاید معروفترین و قدیمیترینش آتوکراسی بوده حکومت استبدادی که یا میتونه فردی باشه یا میتونه گروهی هم باشه دوم حکومت تئوکراسی که حکومت مذهبی مثل دوره قرون وسطا یا بعضی از کشورهایی که حکومت دینی دارن انجام میده سوم حکومت ارستاکراسی یا حکومت نوجبا یا شاهنشاهی و چهارم که از همه جدید تر دموکراسی ایشون ذکر میکنن که هر یک از این حکومات یه مزایایی دارن محاسنی دارن و یه معایبی دارن بهترین سیستم حکومتی سیستمی است که جامعه جمعی حسنات و دافع جمعی سیاعت اینها باشه مثلا در آتوکراسی مهمترین صفت مثبت زمانت اجرایی است مثلا هیتلر دستور داد بلافاصله باید انجام بشه ولی بزرگترین عیبش همینه اگر حکومت تصمیم منطقی نگیری فاجعه به بار میاره در سیستم تئوکراسی که حکومت مذهبی هست مهمترین حسنش این است که مخصوصا برای کسانی که به خدا و دین معتقد هستن میگن این منشه الهی داره ولی هیچ دینی از اول برای آخر نبوده بنابراین در دور هر دین اون دین یه مراحل رشد داره دوره رشد و نمو دوره سمردهی تمدن و بعد دوره خزان و پاییز و زمستان و ضرورت تجدید اون دین و اشکالش این است که وقتی که از دور یک دینی گذشت اگر که دین بخواد حکومت کنه اون وقت سیستم قدیمی رو میخواد تحمیل کنه از آتوکراسی هم دیگه شدتش بیشتر میشه فقط به این دنیای مردم کار نداره به اون دنیا هم کار داره سیستم تئوکراسی مهمترین حسنش جنبه الهیه ولی مهمترین مشکلش اینی است که وقتی که از دور یک دین ما گذشتیم اون تبدیل میشه به اتوکراسی حتی شدیدتر و اما دموکراسی حسنش این است که مردمی است مردم تصمیم میگیرن که رئیس جمهور رو انتخاب کنن خب بالاخره اونم احزاب داره و اینا ولی وقتی که رئیس جمهور انتخاب شد زمانت اجرایش در مقابل با اتوکراسی خیلی ناچست بنابراین شوقی افندی توصیه میکنه میگه در نظم جهانی بهایی تلفیقی از محسنات همه این چهار سیستم منهای معایبش هست در سال 2000 دبیرکل دبیر کل سازمان ملل موضوعی رو مطرح میکنه پیشنهاد میکنه که ما به مرحله رسیدیم که بعضی از کشورها به ملت خودشون به مردم خودشون دارن ظلم میکنه ملاحظه میفهمین در بعضی موارد میبینیم که به صورت موازی دین و دولت نمیتونه عمل کنه یک نیرو یا یک نفوذ مافوق این دو که میتونه یک صلاحیت جهانی داشته باشه شما انواع حکومت ها رو شمردید و بنا به اینکه کدوم حکومت در واقع مورد نظر ماست میتونه در توسعه اجتماعی متفاوت باشه بعد گفتید که ادیان هم همین طور هستن ادیان چه جوری میتونن تو توسعه اجتماعی مؤثر باشن آیا راهکارهایی رو دارن برای اینکه سواد بالا بره آیا راهکارهایی رو دارن برای اینکه مسائل اقتصادی بهبود پیدا کنه یا چیزی ف... ورای این هست من تصورم این است که مهمترین رسالت ادیان اخلاقیات هست و در درجه اول در سطح اگه بخواید با دیدگاه باهایی رو بدونید در درجه اول عدالت برای فرد همون انصاف یعنی مطلبی هست در کلمات مکنونه عربی که ما عربیشو نمیخونم مضمونش اینه که بهترین چیزها برای حق انصافه بعد تعریف شده که انصاف یعنی اینکه هر کس هر چیزی رو میخواد بپذیره باید با چشم خودش ببینه با گوش خودش بشنوه نه با چشم و گوش مردم یعنی اینجا دیگه تقلید همونطور که در اسلام هم اصلا وجود نداشته بعدا به وجود آمده این خطاب به عالم انسانی بهترین شما متقیترین شما هستیم آیه شریف قرآن کسی که در راه ما تحقیق بکنه ما راه نشون میدیم نه کسی که در راه ما تقلید بکنه لازم میفهم برحال به نظر من میرسه که بستگی داره که تا چه اندازه ما اون اصول اساسی دین مثلا افت و اسمت راستگویی صداقت امانت متاسفانه در بعضی از انجیوها ما شاهد هستیم که خود کاران، مؤسسین انجیوها ها خیانت کردن یعنی سوء استفاده مادی کردن سپاس گذارم اونچه که من فهمیدم یعنی ادیان عنصر اخلاقیات و حالا اگه با احتیاط بگیم روحانیات رو وارد فعالیت های توسعه اجتماعی میکنن علاوه بر حالا پیشنهاداتی که ممکنه در زمین های اقتصادی در زمین های تعلیم و تربیت هم داشته باشن اگه اجازه بدید توقفی داشته باشیم برگردیم و این بحث رو ادامه بدیم تا چند لحظه دیگه در خدمت شما نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. راه های تماس با باستاب ایمیل اینفو ات پرژن بی ام ایس دات دو هفت و چهل و هفت سه هزار و هفتصد، با پیشماره دو سفر یک. همچنین در صفحه فیسبوک باستاب هم میتوانید توانید جز ابراز نظر از آرشیو برنامه ها استفاده کنید. کانال یوتیوب و تلگرام پرژن بی و تارنمای پرژن باهای میدیا دات ارگ نیز راه های دیگر دسترسی به برنامه های ماست. بحثمون رو در مورد توسعه اجتماعی و نقش جامعه باهایی در اون ادامه میدیم. خانم دکتر فعالیت های جامعه سازی جامعه باهایی آیا اساسا در همون راستاست یا چیزی است متفاوت؟ به نظر من برنامه های توسعه اجتماعی جامعه بهایی تفاوت فاهشی دارن از این نظر که به قدرت اشخاص و به توانمندی اشخاص بسیار اعتقاد دارن و برخلاف اتمسفیر و جوی که الان در دنیای فعلی امید رو از مردم گرفته و اشخاصی که بزاعت چندانی ندارن یا تحصیلات چندانی ندارن فکر میکنن که هیچ وقت در تصمیمگیری های مهم زندگی خودشون چه برسه به تغییر دادن اوضاع اجتماعیشون سهمی ندارن اینها رو به اصل وجود خودشون آگاه میکنه یعنی هر برنامه توسعه اجتماعی اول از قدرتمند سازی فرد شروع میکنه و در این حال در مؤسسات و در حکومت ها رخ نمیکنه با ارائه برنامه هایی که همونجور که در برنامه قبلی عرض کردم فرهنگ فکری مردم رو عوض کنه که دیگه قدرت از بالا به پایین نیست برخلاف تمام تجربیاتی که داشتیم در قرون گذشته، بلکه قدرت از پایین به پا، بالا منتقل میشه. و اون قدرت موقعی ایجاد خواهد شد که اشخاص جامعه بشری همه از, ب... از تحصیلات از آموزش از رفاه های اجتماعی برخوردار باشند و بعد بتونن در تصمیمگیری های مهم شرکت بکنن. در کنار اون فراموش نکنیم که جامعه بشری همه، از یک سری حقوق برخوردار هستند همه یکی هستند همه اعضای یک جامعه بشری هستند و اگر که یک گروه محروم باشن از رفاهی که برای دیگر گروه ایجاد شده این جامعه بشری به طور کل محروم خواهد بود و صدمه خواهد دید و اینها حدود 100 سالی هست که برنامه هایی که از طریق انجیوهای باهایی که با یونایتد نیشن ثبت نام کردند داره فعالیت میکنه و نتیجه داده و اون آمار و ارقامش در دست هست و میشه دید که اینها واقعا پیشرفت جامعه و توسعه اجتماعی رو نه فقط به صورت یک رویا و یک یوتوپیا بلکه به صورت مدرک کاریشون میتونن ارائه بدن جام روشن تو صحبت قبلی که داشتید نقش ادیان رو افزودن عنصر اخلاقیات و روحانیات به فعالیت های اجتماعی قلمداد به طور اخص دیدگاه جامعه باهایی در مورد رفاه عدالت اجتماعی و امور این جهانی چیه؟ مهمترین ویژگی و اون چیزی که در تربیت باهایی مورد تاکید هست دوست داشتن و عشق به عالم انسانی است از کودک و این در تربیت نه تعلیم در تربیت یک بچه باهایی دوست داشتن نوع انسان علا رقم جنس و قوم و ملیت و مذهب و اینا جز اصول اعتقادی است. بنابراین خدمتی هم که میکنه در انجیو ها به هیچ وجه محدود به یک گروه خاص نمیشه یه زمانی وقتی صحبت از عالم میشد که عالم یک وطن محسوب و من علل ارز اهل آن گفتم حالا من چه میدونم اون بر دنیا چه خبره ولی الان اینطور نیست شما خیلی راحت اگر فیلتر وجود نداشته باشه با مثلا آیفون میتونه در طریق رسانه های گروهی با تمام نقاط دنیا ارتباط داره الان مثلا دیده میشه که ما در هر قاره در هر کشوری که معبد باهایی داریم به هیچ وجه این معبد مال فقط باهایی نیست تنها دیانتی است که در این معبدها به روی همه ادیان حتی کسانی که اتئیست هستند لایک هستند میخوان بیان مثلا لوتوس رو در هند ببینن لازم فهمی در به روی همه باز هر کسی مسلمان نماز خودش رو میتونه بخونه دعا از قرآن کریم بخونه کلمی میتونه از تورات بخونه مسی. لازم فهمی بنابراین این فقط قول نیست فقط حرف نیست در عمل هم هر جا باشیم در افریقا یه مدرسه آتیش گرفته بود باهایی ها کمک کردن و این مدرسه رو ساختن هم در افریقا و در قارات دیگه هم کمک مالی کردن و از این قبیل خدمات خیلی خیلی گسترده وجود داره در دیانت باهایی میتونیم مثال های دیگه از این خدمات که جامعه باهایی در مسیر توسعه اجتماعی انجام داده خاطرتون هست که بگید؟ قبل از اون اگر اجازه بدین یه رکن اصلی دیگه دیانت باهایی که من فکر میکنم خیلی کمک میکنه به جامعه امروز برای درک این مذهب ما ورای یک سری اصول توسعه اجتماعی توازن و هماهنگی بین علم و مذهب هست که یکی از اصول اصلی دیانت باهایی هست و این از دو منبع سرچشمه گرفته یکی ساینس بوده و یکی مذهب بوده که بشر رو با دانش های امروزیش آشنا کرده و این دو در گذشته زمان فاصله هاشون بیشتر شده و جنگی که بین طرفدارای یک مکتب که آیا ساینس بهتر هست یا آیا مذهب بهتر هست این جنگ واقعا تمومین نداره و دیانت باهایی اینها رو با هم آشتی داده و به جایی رسونده که هر کدوم این منابع دانش در نوع خودش باید مکمل اون یکی باشه و باید اینها هم دیگر رو تقویت کنند تا جامعه بشری به اوجش بتونه پرواز بکنه از کارهایی که جامعه جهانی باهایی به جامعه بشری توصیه کرده این هست که واقعا دانش رو در سطح تمام جامعه با آموزش های گروه های کوچک یعنی من اگر در همسایگی خودم چهار پنج تا جوانی هستن که میبینم از را تو کوچه دارن میگردن و من برای اینا برنامه هایی میتونم بگذارم که بیان به کمک اینها با بچه های کوچیکتر تو منطقه آموزش نوشتنی، گفتاری، از هنر، از ورزش بتونیم با اینها یک مثل یک گروه جوانانی که برای بهبودی وضع خودشون و وضع محیط زندگی خودشون فعالیت میکنن بتونیم اینها رو با یک سری تعلیماتی که در سری کلاس های روحی اسمش هست اینها رو بیاریم و از نظر فرهنگی و فکری و خیرخواهی اجتماعی اینها رو به قول آمریکایی‌ها همه رو و روی یک پیج بیاریم یعنی یک فرهنگی در جامعه کوچیک خودمون ایجاد کنیم که همه صرف نظر از مذهب و اعتقادات دیگرشون فکر بهبودی جامعه کوچیک خودشون ارجحیت پیدا کنه و بعد آلات و تسهیلاتش رو دیانت باهای فراهم میکنه که چگونه این خدمات رو با عبادت و با فهم و درک و نالجی که کسب کردین همراه بکنین که بتونید به نفع جامعه کوچیک خودتون باشید متشکرم جان روشن زمان کوتاهی داریم ولی تو میخوام به این مبحث هم بپردازیم اگر بتونید توضیح بدید که در بخش جامعه سازی شرکت در گفتمان های اجتماعی به چه معنی است آیا حضور جامعه باهایی در کنار انجو های دیگه برای توسعه اجتماعی است یا معنی دیگری برای فرد باهایی در درجه اول وقتی که در یه خانواده هست ارتباط خانوادگیش مطرحه یعنی وظیفش محبت خدمت به یکایی که اعضای خانواده در مرحله بعد میشه همسایه بعد میشه ناحیه بعد میشه شهر بعد میشه استان بعد میشه کشور بعد میشه قاره بعد میشه دنیا یعنی اینکه هر چقدر ارتباطاتش از لحاظ ارتباطات اجتماعی وسیع میشه باز از میزان مسئولیتش کم نمیشه لازم این فهمه که حالا اینجا خونه من نیست اینجا وطن من نیست هر جای دنیا باشه در قبال انسانهای اونجا مسئول هست و این چیزی که آموزه است که خب در دیانت بایی مطرح شده همینطور که خانم دکتر اشاره فرمودن فقط به صورت تئوری نیست آموزش هم داده میشه و این آموزش سعی شده که سیستماتیک باشه یعنی اینکه اگه در خانواده توصیه شده در خارج از خانواده هم برای اطفال کلاس دارن والدین با اطفال و برای نوجوانان که خیلی تحت تاثیر گروه هم سن و سال هستند حتی بیش از معلمین و خانواده برای اونها هم در نظر دارن و به طور کلی یک امر عام هست که در قبال مسائل جامعه به هیچ وجه نمیتونن بی تفاوت باشن ولی روش عکس عملشون خب باید متناسب با اصول اعتقادشون باشه از هم که اتفاقا من به خاطر دارم که در شهری که ما بودیم یکی از این جاها که کارش کمک به کودکان کار بود اطفال معصومی که در زیر سن اشتغال مجبور بودن به خاطر فقر خانوادگی کار میکردن این بود که بینا کمک میکرد کلاس های دبستان کلاس های تا مقطع راهنمایی در یه زمان مشکلی در اون انجیو پیش آمد که باعث شد که تقریبا اکثر معلم ها استفاده دادن و بچه ها بلا تکلیب مدن من درست به خاطر دارم که گروهی از دانشجویان باهایی که خودشون محروم بودن از ورود و به دانشگاه در همون دانشگاه های خونگی درس میخوندن البته بیشتر اونایی که رشته های فنی تحصیل میکردن داوطلب شدن رفتن شدن معلم این انجیو و این انجیو رو از تعطیل واقعا محفوظ نگه داشتن بسیار بسیار تاثیر خوبی گذاشتن اونجا و اتفاقا من خودم تو اون انجیو که رفتم یه مطلبی رو متوجه شدم که از لحاظ سازمان ملل هم برنامه توسعه و رشد کشورهای در حال رشد developing countries یه زمانی بود که سازمان ملل کمک مالی میکرد حالا ممکنه ایران هم جز اون بوده ملاحظه می در بعض زمینه ها کمک مالی می. ولی من تو اون انجه ها خیلی برام جالب بود که دیدم که دولت آلمان گفته بود که شما یه ساختمان برین اجاره کنید برای آموزش ای ما کمک که میکنیم کنیم اجاره اونجا رو پردا و دولت استرالیا یه کلاس آرایش و خیاطی برای خانم ها خانم هایی که بیشترم از افاقنه بودن برای من خیلی جالب بود که انجیو ها تونستن خودشون رو به صورت نشون بدن که در سطح بین هم مستقیما جهشی به جای اینکه به دولت کمک کنن مستقیم میان به انجیو کمک میکنن حالا در اونجا باهایی ها اگر که ارتباط داشته باشن تشخیص بدن که حضورشون میتونه خیلی مختنم باشه خوشبختانه اون تأثیباتی هم که برای ورود و خدمت در انجیو ها مشاهده میشه خیلی خیلی کمتر از محسط دولتیه چون انتفاعی نیست نمیخوان حقوق بگیرن ملازم میفهمین از این قبیل بحثمون هنوز میتونه ابعاد دیگری داشته باشه در مورد توسعه اجتماعی و برقراری عدالت اجتماعی ولی ما وقتمون تمامه و مجبوریم به همین مختصر بسنده کنیم تا برنامه دیگه و موضوع دیگه شما رو به خدا میسپارم خدا نگهدار از شما هم خیلی ممنون که قبول زحمت کردید تشریف بود